خدا رو شکر که بالاخره قطار 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به حرکت در اومد و وارد فصل جدیدی از سینمای ایران و تولد دوباره سینما ایران رو با چشم دیدیم و وارد فصل جدیدی از جشنواره شدیم. این موضوع فیلم بی بدن که دوستان عزیز زحمت کشیدن تلاش کردن به جشنواره برسونن که تا چند روز قبل جشنواره هم فیلم برداریش ادامه داشت، در زمان بازبینی هیئت انتخاب فیلم به صورت کامل ارائه نشده بود و حدود نصفی از فیلم آماده شده بود و فیلم ناقص هیئت انتخاب فیلم رو ناقص دیدن. جمع‌بندی هیئت محترم انتخاب برای فیلم اولی ها این بود که این فیلم به مرحله فیلم اول راه پیدا کنه و تلاشش بر این باشه که فیلم رو برسونه به جشنواره، ولی از اون 12 فیلم 5 فیلم کاملی رو که میدونستن شرایط فیلم به چه شکلی است و فیلم کامل بود و کامل قابل ارزیابی رو رو انتخاب کردن و این 5 فیلم به بخش سودای سیمرغ راه پیدا کرد که 4 فیلم انتخاب شد برای بخش سودای سیمرغ و 1 فیلم هم به ما پیشنهاد دادن و قبول کردیم که 4 تا بشه 5 تا و 1 فیلم دیگه هم به بخش سودای سیمرغ راه پیدا کرد از فیلم اولی ها و ما امروز در خدمت فیلم اولی ها هستیم که 12 فیلم اولی در بخش رقابتی است و 5 فیلم در سودای سیمرغ. لذا من خواهشم از همه فیلم سازان عزیز این هست که به ضوابط و آیین‌نامه جشنواره احترام بذاریم، به نظر هیئت محترم انتخاب، نظر هیئت محترم داوری احترام بذاریم. وقتی یک جمع‌بندی اتفاق میفته اون جمع‌بندی محترم است، در آن بازه زمانی اون جمع‌بندی محترم است. وقتی اعلام میشه آثار راه یافته چی هست در بخش ها و اعلام نهایی میشه، باید همه عزیزانمون حتی در بخش های جلوتر، ما به بخش داوری میرسیم، داوران محترم انتخاب میشن و رأی میدن. وقتی در جشنواره میایم باید احترام بذاریم به رأی داورها، باید احترام بذاریم به رأی هیئت انتخاب. هیئت محترم انتخاب هم آثار انتخاب شده اش رو در بخش نگاه نو که به سودای سیمرغ راه پیدا کنن انتخاب کردن. نکته ای که هست اینه که صاحبین محترم آثار، تهیه کنندگان محترم، کارگردانان محترم وقتی در جشنواره حضور پیدا میکنن باید به همه مسائل جشنواره و همه قوانین احترام بذارن. ببینید امسال یک اتفاق ویژه‌ای رقم خورده، اونم حضور فیلمسازان اول هست که ما میبینیم 51 اثر فیلم اولی تولید شده امسال و نوید یک جریان و یک نشاط و یک خط تولید جدیدی در صنعت سینما رو نوید میدن و به نظرم این یک اتفاق ویژه‌ای است در جشنواره امسال و تنوع آثاری که امسال تولید شده و در جشنواره حضور داره که از جغرافیای مختلفی است، این یک اتفاق ویژه‌ای است در خط تولید آثار سینمایی سال که در جشن سینما دور هم جمع شدند.